به همین بسنده میکنن. یک چیز دیگری است. دیگره یعنی فرق داره. هر چه که شما در این جهان میبینید اون با این فرق داره. لذا به اون گفتن عدم. این عالم عدم همونیست که خب دیگه در اون ابیات مشهور مولانا همه میدونیم که خلاصه از جمادی مردم و نامی شدم، همینطوری میرم میرین بالا، حمله دیگر بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بالو پر، از ملک هم بایدم جستن زجو کل شیء هالک الا وجهه، بار دیگر از ملک قربان شوم آن چند در وهم آید آن شوم، پس عدم گردم. عدم چون ارغلون گویدم که نا الیه راجعون. وقتی که از جمادی به نباتی، از نباتی به حیوانی، از حیوانی به انسانی، از انسانی به فرشتگی، به ملک رفتم، پایان نمیپذیرد این سیر، بلکه بعد از او تازه مرتبه عدمه. و این خیلی جالبه که شما به برترین مراتب وجودن که برسید یه مرتبه بالاتر از به نام عدم وجود داره که همون عالم ربوبیه. خداوند مطابق این تعبیر در عدم است. بگذریم از این که این تعبیر عدم در واقع تعبیری است که میتوان گفت که از بودیزم میاد، تعبیری است که از پاره از عارفان بیرون عالم اسلام هم میاد و احتمالاً مولانا با اونها هم آشنا بوده. مفهوم خلع در بودیزم یا در تائوئیزم، خدایی که بهترین تعبیر از او خلع بود، یعنی شما به جایی میرسید که همین که گفتم یه چیزیست که مثل هیچ چیزی نیست. خب خلع هم یعنی نبودنده، یعنی خالی بودن، سکوت. بهترین تعبیری که اینا پیدا میکردن اینا بود. همه اینا دال بر یه نبودن چیزی، سکوت یا خلع یا عدم. این اصلا تفسیر فلسفی نداره، این 100% یک تجربه است. با خدای بی نهایت وقتی که شما روبرو میشید مثل اینکه با یک خلع بی نهایت روبرو شدید. به همین دلیل هم فوق العاده هولناک است در مراتب اولیه، چون وجود محدود رو به لرزه در می آورد. مواجهه یک محدود با نامحدود لرزه آور است، هولناک است. و این به علاوه بسیاری از نکات دیگر در معنی عدم نهفته است. اینی که خداوند از عدم چیزهایی رو به وجود میاره دو معنا پیدا میکنه. لذا یکی این که از نیستی، یعنی بعد از نیستی اونا رو هست میکنه، ولی یه معنای دیگه هم داره، یعنی از عالم عدم که همون عالم ربوبی است موجودات رو تنزل میدهد تا به جهان طبیعی برسند و در اینجا مصور بشن و مادی بشن و ماتریالایز بشن. یعنی نه اینکه عدم رو بدل به وجود میکنند، این کار رو نمیکنه، بلکه موجوداتی رو که قبلا به صورت صور علمیه یا اعیان ثابته به قول عرفا نزد خدا بودن، از طریق اونها و از مجاری علی و معلولی وجود نزول میکنه، فیض وجود و به این جهان میرسه. این یک نکته. نکته بعدی در نیمبیت دوم، صد چو عالم هست گرداند بدن. خداوندی که صد عالم مانند این عالم موجود رو بدن هست میگرداند. بدن دو تا معنا میتواند داشته باشه، یعنی بدمی یک معنا، یعنی لحظه ای میتواند صد عالم بیافره. معنای دومش که از این دقیق تره و احتمالاً منظور مولانا این بوده، یعنی با دمیدن، با دمیدنی عالم رو هست میکنه. و این باز از نکات خیلی جالب است که نظر عارفان ماست. ببینید یکی از تصویر